سامان، تخت سیاه این وره. اصلا از رو من رفت رو اون ها. این وره نگاه کن، چرا اون وره نگاه میکنی؟ چه صدایی بده امروز؟ خانوم ها، آقایان، سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. خب، ظاهراً قیمت دلار در بازار ایران هلوش 3000 تومان کاهش پیدا کرده. یادش بخیر، یه زمانی قیمت هر دلار 3-4000 تومان بود. چقدر زود گذشت. انگار همین 3-4 سال پیش بود. چقدر خوبیم ما مردم. رئیس جمهور قبرس جنوبی و آقای ارسین تاتار، رئیس جمهور قبرس شمالی، طی یک تماس تلفنی ابراز امیدواری کردند که هرچه سریعتر بتونن نشستی مشترک در خصوص اهداف بلند مدت دو قبرس شمالی و جنوبی تشکیل بدن. در همین راستا دبیرکل سازمان ملل هم ابراز امیدواری کرده در ماه نوامبر زمینه‌های یک نشست مشترک در سازمان ملل به وجود بیاد. اتحادیه اروپا هم طی پیامی انتخاب آقای ارسین تاتار رو به ریاست جمهوری قبرس شمالی تبریک گفتند و خواستار یک مذاکرات فوری و کارآمد شدند و اعلام کردند که اروپا تمامی شرایط رو برای مذاکره داراست و حالا که قبرس شمالی انتخابات رو پشت سر گذاشته، شرایط برای یک مذاکرات کاملا جدید آماده است. در پی ابتلاع 3 تن از کارکنان وزارت دارایی در قبرس شمالی به بیماری کووید 19 در شب گذشته، وزیر دارایی امروز اعلام کردند که متاسفانه 5 نفر دیگه هم به این بیماری دچار شدند. ایشون اعلام کردند که مراحل انجام تست از سایر پرسنل در حال انجام هست و کل وزارتخانه مجدداً ضدعفونی خواهد شد. آقای طوفان ارهورمان اعلام کردند که انتخابات جنجالی و پر سر و صدا در قبرس شمالی به پایان رسیده و اکنون در مسیری پر فراز و نشیب رو به آینده قدم برمی‌داریم. ایشون از آقای آکینجی بابت خدماتی که طی دوره ریاست جمهوری برای قبرس شمالی داشتند تشکر کردند و به آقای ارسین تاتار تبریک گفتند. ظاهراً بیمارستان پاندمی در لفکوشا آماده بهره برداریه. قراره در مراسم افتتاحیه این بیمارستان آقای طیب اردوان، رئیس جمهور ترکیه هم حضور داشته باشند. آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کردند تعداد 250 نفر از صادرکنندگان ایرانی تعهدات دلاری خودشون رو به صندوق دولت بر نگردوندن. جالب اینجاست که این تعهدات بالغ بر 7 میلیارد دلاره و نکته جالبتر از اون اینه که تعداد 70 نفر از این 250 نفر کارتون خوابن. تا اونجایی که من یادم میاد برای گرفتن یه دونه وام ما باید 500 تا زامل میبردیم بانکای مختلف، ولی 70 تا کارتون خواب اون هم جزو صادر کننده های کشور. بگذاریم. و اما آمار کرونا در ایران، 5039 نفر آمار مبتلایان و متاسفانه درگذشتگان این بیماری 322 نفر اعلام شده. یک کمی بیشتر مراقب هم دیگه باشیم. خیلی ممنونم از شما عزیزان که همراهمون بودید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.